صد درصد تا حالا برات شده که بعد غذا حس کنی یه سنگ تو شکمت داری یا یه نفخ عجیب که نمیذاره درست نفس بکشی نگران نباش تو تنها نیستی طبق تحقیقات بیشتر از 60 درصد مردم ایران از مشکلات گوارشی مثل سردی معده و نفخ اذیت میشن عذاب میکشن خبر بدم اینه که این مشکل فقط توی ایران نیست تو کل دنیا سردی معده از شایع مشکلات گوارشیه یکی از قدیمیترین ترین که همه ما از دوران بچگیمون میشناسیمش سردی معده ترش کردن نفخ معده سوء بزرگی شکم حالت تهوع اینا همشون از نشونایی سردی معدن این بیماری پنهون که اکثر آدمای جامعه هم بهش مبتلان به راحتی با رعایت چند تا نکته قابل درمانه برای غذا خوردن خوردن آب همراه غذا مصرف غذای دیر هضم انواع ادویه های تند همراه با غذا مصرف خوراکی های سرد مثل یخ بستنی اینه علت های سردی معده است خیلی گفتم که غذای سنگین و دیر هضم اینا باعث سردی معده میشن مثل گوشت گوشت گاف کله پاچه حلیم تخم مرغ آب پز، کوکو سیب زمینی ماکارونی اولویه اینا همشون دیر هضمن میکنین بیشتر غذای زود هضم استفاده کنین که بدنتون راحت بشه معدتون راحت بشه مثل گوشت بره جوجه کباب تخم و مرغ اصلی یه سوالی داریم اینجا چرا اینقدر سردی مده زیاد شده چی تو غذاها یا سبک زندگیمون این بلا رو سرمون میاره مهمتر از اینا چیکار کنیم که راحت و با کمترین هزینه درمانش کنیم شکمت باد قهره تو این ویدیو همراه هم باش قول میدم با یه لبخند بری از اینجا از قدیما میگن که شکم گرسنه دیر و ایمون نداره ولی اگه پر نفخ باشه فقط کلافگی داره تردی معده یعنی چی این همه در مورد صحبت میکنن سادش اینه که معده تنبل میشه اون حرارتی که باید غذا رو هضم کنه دیگه نیست نتیجه میشه غذا میمونه گاز تولید میشه اون حس سنگینی میاد سراغت جوری میشه گفت که معدت سر کار نمیره یه سری میوه هم واسه سردی معده میشن مثل هندونه خیار یا بقیه میوه آبدار از روشون آب سرد و نوشابه هم میخوری که بدتر میشه اوضاع دانشگاه تهران یه تحقیقی انجام دادن اونم اینه که مصرف غذایی پرچرب و نوشابه تا چهل درصد سردی معده رو زیاد میکنن هم هر جا میری نوشابه سس مثل آب خوردن استفاده میشه ما هم یه وقتایی میگیم بیخیال ولی معدهمون نمیگه بیخیال این سراغ راحل ببینین درمان سردی معده اصلا پیچیده نیست تو طب سنتی یه عالمه یه عالمه راحل برای این مشکل هست که هم ساده هم کم ازینه مثلا همین دمنوش نعنا زنجبیل فقط کافی دو قاشق نعنا خشک و یه تیکه زنجبیل رو بریزی توی آب جوش بخوری انگار معدت دوباره زنده میشه سلا و دارچین و خرما اینا همشون معده رو گرم میکنن صبا اصلاب خودش فوقلاده است یعنی آب جوش و اصل هم سردی معده رو از بین میبره هم انرژی میگیری برای کل روز این مشکل شماست که میخوام بهتون بگم با دقت ببینیم ویدیو رو اگه تمایل به ترشی دارین معدهتون سرده تمایل بیش از حد به شیرینی نشونه کبد چربه تمایل بیش از حد به ترشی نشوننده سردی معده است چرا بعضی یا معدهشون دیر خاطر اینکه زیاد آب خوردن زیاد آب میخورن زیاد چای میخورن خوراکی های آبکی که اینا خیلی مرتوبن استفاده میکنن باید مصرف اینا رو کم کنین بعد خوراکی های گرم و خوش مثل ادویجات و خوشبار و فلفل شیرین استفاده کنین نسخه های درجه که تپس و سنتی بهتون میگم دمنوش یا عرق زنیان هم نوش یا چای یا عرق آویشن هوای بلغم یا حازوم زنیان مستکی کندور آویشنه یه دونم میتونی اضافه کنی نه بی نظیرن فقط برای خانمای باردار ممنوعه من حتما میپرسی که اینا کافی هن؟ نه کافی نیستن چون یه نکته خیلی مهمه که تو ویدیوهای دیگه اصلا بهش اشاره نمیکنن. اون نکته چیه؟ اگه دوست داشتیم ویدیو رو لایک کنین کانال رو سابسکرایب کنین زنگولش هم روشن کنین که همیشه ویدیوهای منو به موقع ببینین داروی طبیعی بهتره ولی کی حوصله داره امتحانش کنه تو داری چون الان اینجایی بریم سراغ اون نکته کلیدی که کمتر کسی بهش اشاره میکنه مشکل سردی معده فقط از غذا خوردن نیست استرس میتونه معده رو سرد کنه یه تحقیقی که تو دانشگاه استانبول انجام شده نشون میده که کسی که استرسشون زیاده سه برابر بیشتر از بقیه دوشار مشکلات گوارشی مخصوصا سردی مده میشن به سنتی یه حل خیلی جذاب برای این داستان داره روغن مالی مده با زیتون یا سیاه دانه ممکنه برای بعضی خنددار به نظر بیاد ولی هم آرومت میکنه هم گردش خون معدت رو بهتر میکنه چقدر طول میکشه تا اثرش رو ببینیم جواب اینه که اگه همین روشه ساده که بهت گفتم یه انجام بدی خیلی زودتر نتیجه رو میبینی معده قلب دوم بدنه اگه این سرد باشه کل زندگیت یخ میزنه